ملت با شهامت افغانستان، ملت با شهامت هرات باستان، ملت مجاهد خیز افغانستان، امروز می خواهم این را اشاره کنم تا به کی در زیر بار ذلت و خاری من و شما زندگی کنیم، تا چی وقت من و شما در زیر بار ذلت و خاری باشیم. هر روز هر هفته شاهد شهادت علمای ربانی هستیم. ایاز نیازی شهید کردن، مفلر شهید کردن، دکتر عاطفر شهید کردن، ده ها عالم دیگر را شهید ساختن، دیروز جان دیگر عزیز ما را که مسلم یار رحمه الله استاد مبشر را شهید ساختند. امروز عزیزان من نمی خواهم که این عمل را تنها بحث تطبیل باشه. دشمن ما را می کشه، ما هم تطبیل می کنیم. دشمن ما را می کشه، تکه تکه می کنه، ما هم در صفحات مجازی تأثر و بالآخر انا لله و انا الیه راجعون اعلان کردیم و بالآخر محکوم کردیم. عزیزان و بزرگواران، علما پی دیگری شهید می شوند. این آرزو و آرمان همه علمای ربانی هست. ما را از مرگ نترسانند، ما را از مرگ نترسانند، که این بزرگترین آرزو برای همه مسلمانان خصوصا علمای ربانی هست. آه آن لحظه ای که از این دار فانی و از این داری که سر تا پا غم و اندوه هست، انسان با سرفرازی و سربلندی و با تن خونالود و پیشگاه پروردگار عالم بره و ده برای الله بگه الله این یک جان ناقابل بود که فدای دین تو شده. عزیزان من میخواهم امروز این را اشاره کنم. امام غزالی رحمه الله میفرمایه در هر سرزمینی که اگر کسی کشته شد و قاتلش پیدا نشد، قاتل مقتول حکومت و نظام هست. این فرموده ای امام غزالی رحمه الله. آیا میدانیم استاد نیازی، استاد فرزانه، استاد مفلح، آیا امروز ما در افغانستان چند تا نیازی داریم، چند تا مفلح داریم؟ ما در افغانستان چند تا مسلم یار داریم؟ ما در افغانستان این عزیزانی که ما از دست دادیم و اینهایی که حسینوار جام شهادت را نوشیدن، اینها چند نفر هستن عزیزان و بزرگواران؟ حرفم این هست، نظامی که سالها از این منبر گفته شد نظام فاسد، نظام خائن، نظامی که غلام حلقه به گوش یهود و نصاراست، اگر ابر نمی باره چون ما رفتیم زیر پرچم یهود و نصارا، اگر امروز ابر رحمت نمی آیه، ما نظام کثیف اینه که غلامان یهود و نصارا هستند کردیم، با اونها نشستیم، با اونها قهقه زدیم. بار الها ما را ببخش، بار الها پروردگارا ما را ببخش که این دست ما با نوکران یهود و نصارا خورده و تماس گرفته. ای بار الها پروردگارا ما را ببخش، ما را عفو کن. عزیزان من میخواهم این را بگویم، در نظامی که خون علما ریخته میشه، در نظامی که خون خبرنگاران عزیز ما ریخته میشه، در نظامی که جان تاجر ما و مال تاجر ما در امن نیست، امروز تاجر ما از ناامنی به خود می سوزه، از اختطاف درد می کشه و امروز آتشی که در گمرک هرات افتاده، تجار ما ضربه را دیدن، خساره را دیدن و این نظام فاسد هیچ جوابگویی نداره. در نظامی که به اون نظام
توجه به پلیس و توجه به اردوی خود نداره، در نظامی که فقیرترین قشر او نظام معلم عزیز باشه، در نظامی که صدای ملت و ندای ملت خود را نشنوه. صرافان عزیز ما به خاطر حقه مشروع خود بیش از 10 روز که اعتصاب دارن، کسی صدای اونها را نمیشنوه، کسی پاسخگویی نداره. اگر میبینیم شعارهای هرات و کابل مسدوده، کسی به صدای مطرداران ما گوش نمیکنه. امروز عزیزان من، نظامی که هست، افرادی که بر قدرتن، انسانهای دوست، انسانهای خائن، انسانهای مجهول الحبیه. رئیس جمهور کی هست؟ اشرف غنی کی هست؟ ایرا کی آورده بر سر قدرت؟ ایرا کی آورده بر سر قدرت قرار داده که بلوک دزد و خائنه در اطرافش جمع شده؟ نظامی که بر رقاصه از میدان هوایی تا اجرای کنسرتش امنیت میگیره، نظامی که بر رقاصه تقدیرنامه میده، نظامی که رقاصه ها را اسپانسر میکنه، نظامی که بر ملت خود ظلم و ستم و جفا داره، در تحت این نظام خون علما ریختنده میشه، خون مسلمیار به زمین میریزه، در تحت این نظام خون عیاض نیازی، خون مفلح بر محراب و منبر ریختنده میشه. عزیزان من، چندین بار گفتیم که این نظام اسلامی نیست، چندین بار گفتیم که این نظام را الله سرنگون کنه. امروز میخواهم ادای مسئولیت کنم در نظامی که در رأس او نظام اشرف غنی غلام حلقه به گوش یهود و نصارا قرار داره. برای تمام مأمورین ملکی و نظامی میگویم، حرف من این هست، خدایا تو شاهد باش که جان من فدای دین تو بشه. چی ملکیه، چی نظامیه، چی اردویه، چی پلیسه، چی کسی که با قلم خود حامی این نظامه، حمایت از این نظام گناهی کبیره هست. کسی که با این نظام حمایت میکنه، با قلم خود، با پول خود، با فکر خود، با فلاح خود، مرتکب گناهی کبیره شده. عزیزان من، تنها گناهی کبیره نیست، هر جنایتی که در این نظام میشه، تو عسکر، تو پلیس، تو مأمور، تو کسی که به اداره نظام کار میکنی و تمام جنایات شریک هستی، باید مسلمان باشیم، در کنار فساد استادن نشیم. تو عالمی که این نظام را تایید میکنی از جمله علمای یهود و نصارا هستی. الله یهود و نصارا در قرآن بیان کرده، گفته اونهایی که حق را میپوشن، فی بطونهم نارا، در شکم اونها آتش هست. هر عالمی که این نظام فاسد را تایید کنه، در روز قیامت در کنار علمای یهود و نصارا در جهنم حشر میشه و در جهنم داخل میشه. حرف اخیر من این هست، برای جوانان مؤمن و مخلصی که در پلیس و اردوی نظام هستن، این را میگویم، کمی فکر آخرت خود را بردارید، متوجه باشید، این دلیل نمیشه که ما از گرسنگی و فقر به این نظام رفتیم. با فقر بمیر ولی در کنار ظالم نباش. الله الرزاق، رزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين،
مسلمیار چی گناه داشته؟ به ای ذنب قتلت؟ او را زندان بردید، دل شما یخ نشد؟ او را شهید ساختید؟ آیا میدانید که عذاب خدا سخته؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار بتمام مأمورین ملکی و نظامی میگویم بتمام افرادی که به نوعی از انواع حامی و پشتیبان این نظام هستند این را بدانم که شریک جرمن با خون نیازی و مفلح و مسلم مسلم یارو و ده ها عالم دیگر به خون اونها شریک هستن. چنین نمیشه عزیزان من که ما هم کافر را از خود راضی کنیم هم الله را راضی کنیم. عزیزان من یک بار انسان به دنیا می آیه یک بار از دنیا میره. ربی که من تو را عزیزان من ربی که من تو را به دنیا آورده همون رب جان من تو را میگیره. کاری بکنیم که در روز قیامت و پیشگاه الله روی باشه آبروی باشه و پیشگاه الله بگیم ای الله اگر نتوانستیم جهاد کنیم مبارزه کنیم ولی پشت به دشمنان تو کردیم ولی از منبر تو صدای حق و حقیقت این عزیزان و بزرگواران پس برای خائنین که ای وطن را به تباهی کشندن برای خائنینی که وطن را به بیگانگان فروختن برای او خائنینی که برایشان نه دین ارزش داره نه وطن برای اونها میگم کسی که وطن خود را سودا کنه او در مقابل حفظ ناموس هم عاجز هست. این را بدانن خائنین که روزی کسی پیدا خواهد شد که از نسل نه